کابل روز چهارشنبه را با حمله موتوربم آغاز نمود. این رویداد در ساحه عوضی ششم پلیس شهر کابل اتفاق افتاد و هدف از این حمله کمیساری نمبر اول قماندانی جلب و جذب اردوی ملی و حوضی ششم پلیس گفته شده است. در این رویداد ساختمان این دو مرکز نظامی به کلی تخریب گردیده است. حوالی ساعت 9 صبح به وقت کابل دقیقاً در این محل که من قرار دارم مربوط به حوزه شش امنیتی پلیس و قماندان جلب جذب اردوی ملی میشه که در اینجا یک موتوربم خودش در میان همین کوچه انفجار میته و در این انفجار شمار زیادی از نیروهای امنیتی کشته و زخمی میشن. یکی از نظامیان که در کمیساری نمبر اول قماندانی جلب جذب اردوی ملی ایفای وظیفه میکند اما نمیخواهد نام و تصویرش افشا شود میگوید با هشدارهای پیهم مسئولان حوزه ششم امنیتی پلیس در جلوگیری از این رویداد غفلت کردند. تامین کوچه مربوط حوزه است. حوزه شش مسئولیت عام و تام داره چون پوستش است. پوسته قبلا اینجا پوسته افراز کرده بودند. ما با اینا شریک کردیم که یک بار از این ساحه ما را زدگی هستند، باز هم دوباره دشمن از این ساحه ما را مورد حمله قرار میده. اینا در قسمت کدام تدابیر امنیتی نگرفتند. گواهان رویداد از شدت این حمله چنین میگویند: برادر ما یک 50 متر از ساحه دورتر بودیم که انفجار صورت گرفت، دوباره دور خوردیم، آمدیم داخل سرای، دیدیم که بسیار اوضاع خراب است. داخل سرای رفتیم که توتای گوشت جمع کردیم، آوردیم در بیرون تسلیم تیم بررسی کردیم. دیگه آنقدر شدید بود که ما خود گم کرده بودیم که چی کار کنیم چی نکنیم. بسیار وضعیت زیاد خراب بود. بر بنیاد گفته های وزارت امور داخلی افغانستان، در حمله امروز در حوزه ششم پلیس کابل 14 تن کشته شدند و 145 تن دیگر که 92 تنشان غیر نظامیان هستند زخم برداشتند. موین اشد امنیتی وزارت امور داخله میگوید که طالبان در عملیات زیر نام الفتحشان شکست خورده اند و اکنون جنگ را به شهرهای بزرگ کشانیدند. وقتی که دیدن که دستاورد دیگر نداشت عملیات الفتح، فعلا کوشش میکردن که در شهرهای بزرگ عملات انتحاری و انفجاری را انجام بدن که ملت علی نظام برخیزانند و تلفات ملکی سبب ازی شوه که یک خبر باید بسازن تا بر خود یک دستاورد نشان بدن. مسئولیت این رویداد را طالبان به عهده گرفتند. در همین حال سخنگوی رئیس جمهور میگوید که طالبان به صلح باورمند نیستند. با تاسف حمله امروز هم یک نمونه از جنایت طالب است، یک گروه فتنه انگیز، یک گروهی که تنها به خشونت و ترور باور دارد، نه به صلح. در پی افزایش این رویدادها باشندگان کابل از حکومت انتقاد می کنند. بلیاز خدا بگو، بلیاز قرآن، نکمی مرد من نکشه. بیادر ما هستی تا امید تو داشته باشی که ما بر تو دوباره رای بتیم. اگر رئیس اجرا است چرا بیادر؟ امروز همه تلفاتی که مردم امنیت پلیس اردو داده با احساس از امیره کی میکنه بیادر؟ سربازایی که داخلی ولایت ها از بین ما رو بگو از خانوادش خبر داره؟ نه بگو بازم قصده که من رئیس جمهور نوشم دیگه بگو تر نمیخوایی. این سومین انفجار است که در هفته جاری در شهر کابل رخ میدهد که مردم را در مورد چگونگی تامین امنیت شهر کابل نگران ساخته است.